آقای آصف آشنا را دعوت میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن. آقای آشنا، شما بسیار زود خوش آمدین به برنامه. آصف آشنا 36 سال است، تحصیلاتش لسانس در بخش حقوق علوم سیاسی داره، بیش از 10 سال فعالیت های سیاسی داشته، عضو رهبری اگر اشتباه نکنم حزب حق و عدالت بوده و در بسیاری از جنبش های مدنی فعالیت داشته، مثل جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز تغییر، و در آخرین مورد معاون سخنگوی ریاست اجرایه بوده و حالی آستین برزده برای نخستین بار که وارد مجلس نمایندگان شد. بسیار زیاد خوش آمدی آقای آشنا. یک بار دیگر بگو که چی چیز شما را واداشت که برین به مجلس؟ بدرود به شما، مهمانان حاضر و مردم افغانستان و رای دهندگان حوزه انتخاباتی کابل. سلام شما. من شما گفتین حقوق علوم سیاسی خواندم، بیش از 10 سال کار سیاسی کردم و اهل دغدغه سیاسی هستم. با برنامه اصلاحات و تغییر به داوری مردم مراجعه کردم و بحث اصلی ما هست که جدا از اینکه موارد در درون پارلمان باید اصلاح شود، مثل اصول وظایف داخلی، تا رای علنی شود و مردم بفهمه که نمایندش به کی رای تایید میده و رای طرفدار رای علنی هستین. دقیقاً. و بحث دیگه این مردم هست که گام اول تغییر باید مردم برداره، برای که تجربه دور قبلی پارلمان نشان داد که اکثریت نمایندگانی که در پارلمان در نهاد قانونگذار حضور داشتند، سواد حقوقی لازم برای تصویب قانون را نداشتند و سواد سیاسی لازم برای تصمیم گیری های سیاسی، چون پارلمان پایگاه قدرت مردمی است و جایگاه برای تدوین سیاست های کلان در سطح افغانستان. مردم است که باید تصمیم بگیره تا گام اول تغییر را برداره و به جای نماینده های فاسد، نماینده های بی‌ظرفیت و نماینده هایی که نتانستن از پس کار پارلمانی درست برای نیروی جدید و نیروی تصمیم به خلق تغییر اتفاق این تغییر چهره هاست که کسای تازه وارد مجلس شوند. فرض کنین شما وارد مجلس شدین، برنامه هایی که دارین برای اول اصلاحات درونی در درون مجلس، دو در بخش قانونگذاری، سه اگر روی شاخص های عملی برای نظارت از عملکرد حکومت اشاره بکنین. خب بحث نظارت از حکومت در افغانستان یک مسئله سیاسی هست. نگاه ما اصلاحات در سیاست افغانستان هست و تغییر در مناسبات قدرت هست. متاسفانه ما هنوز در یک وضعیت قرار داریم که هنوز مسائل ملی ما حل نشده در افغانستان. یک عده از سیاسیون افغانستان تلاش دارن جدا تا فرصت‌های تلاش دارن تا در افغانستان حاکمیت قومی بنا کنن و بسیار آشکارا و بی‌تعارف فرصت‌های سیاسی مسائل ملی که حل نشده، اگر بگوییم فرصت‌های سیاسی افغانستان را صرف آجنداهای شخصیشان بکنه و در پی ایجاد حکومت قومی برایه. و نمونه بسیار مشخص در 2014 اراده سیاسی مردم افغانستان احترام گذاشته نشد، قانون اساسی نقض شد و مسئله فقدان مشروعیت بدل به یک بحران جدی شد. خب چگونه شما میپردازین به این مشکلات در درون مجلس؟ طرح شما برای پرداختن به این موضوعات؟ انتظار ما این هست که مردم افغانستان در سراسر افغانستان نماینده های با ظرفیت سیاسی بفرستند تا ما یک پارلمان سیاسی داشته باشیم. خب رفتن برای بگیریم که داخل درون مجلس با ظرفیت به صورت مشخص. اگه شما اجازه بفرمایین، ما چون بحران اصلی که در 4 سال گذشته حکومت وحدت ملی داشتیم از مسائل امنیتی و سیاسیش گرو، من مشخصا طرح 3 مصوبه دارم که قرار است در مجلس نمایندگان برای لابی بکنم. بفرمایید. مصوبه اول، ما یک کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم. در 4 سال گذشته حکومت وحدت ملی و آقای غنی به عنوان رئیس جمهور نامشروع در افغانستان چندین مورد نقض قانون اساسی کرده و ما برای تصویب یک مصوبه تلاش میکنم تا بر اساس از یک کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گزارش خود از نظارت بر تطبیق قانون اساسی رو به پارلمان بفرسته تا ما پیدا کنیم که فاجعه نقض قانون مصوبه دو. ما در 4 سال گذشته با موارد متعددی از رویدادهای امنیتی طرف بودیم که برای هر کدام از اینا بیش از 17 رویداد امنیتی برایش کمیسیون حقیقت یابی تشکیل شده، تحقیق صورت گرفته و هیچ وقت گزارش ها نشر نشده. مصوبه دوم را که من در درون پارلمان با یک تیم از همفکران خود برایش لابی میکنم و قرار است به تصویب برسانیم، است که بر اساس این مصوبه باید گزارش های کمیسیون های حقیقت یابی به پارلمان افغانستان فرستاده شود. مردم افغانستان حق داره بفهمه که در 4 سال گذشته در عرصه امنیت چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. فرصت اندر مانده. و سوم، مصوبه سوم، همه رقم که من گفتم ما دوچار انحصار قدرت هستیم و ایده در پی انحصار قدرت هست. در عرصه ثروت هم
در 4 سال گذشته تمام شریان‌های اقتصادی افغانستان از طریق کمیته تدارکات ملی انحصار شده. مصوبه سومی هست که من با مجموعه از همفکران سیاسی خود در درون پارلمان قرار است مصوبه‌ای را به تصویب برسانیم که بر اساس پرونده کمیته تدارکات در دوره 4 ساله حکومت وحدت ملی بررسی شود، به دلیل از اینکه در 4 سال گذشته شرکت های بسیار و بیزنس های بسیار تقریبا ورسید اساس هدف ورسید پیغام ورسید مجموعه دیگه اومده بازار شوارج تاسی د اصلاح و د تغییر خبره کوي تقریبا ډیر کاندیدان لري و مشابه شوار ده، ولی تاسی تخلق رای درکی؟ ما بیش از 10 سال سیاست میکنم و در عرصه سیاست خط و مش فکری مر مردم افغانستان میشناسه. حوزه رأی ما بسیار واضح و سریع حوزه های ضد انحصار هست، حوزه ضد تفکر تمامیت خواهی هست و حوزه رأی ضد تفکر طالبانی هست. ممنون آقای آشنا، انتظار دارم فرصت پایان یافت. سیار خوش آمدین به برنامه، لطفا تشریف ببرین به جایگاه.